سرخط خبرها واکنش جوز بورل به تشدید تنش ها میان سربستان و کوزوو روسیه قطع رابط روسیه و انگلیس به نفع هیچ کس نیست جزئیات رایزنی تلفنی بایدن با زلنسکی و موسکو ادعای انگلیس درباره ارسال سلاح از ایران به روسیه را محکوم کرد سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید واکنش جوزف بورل به تشدید تنش ها میان سربستان و کوزووا جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در پیام توییتری به تنش های فزاینده میان سربستان و کوزووا واکنش نشان داد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص نوشت اتحادیه اروپا حمله به نیروهای یولکس در کوزووا و اعمال خشونت را تحمل نخواهد کرد اتحادیه اروپا حمله به نیروهای یولکس در کوزووا و اعمال خشونت را تحمل نخواهد کرد. موانع ایجاد شده توسط گروههای سرب کوزووا باید برداشته شود و آرامش به منطقه بازگردد. ساعتی پیش اعلام شد که سربستان از صلحبانان ناتو میخواهد تا به آن اجازه دهند ارتش و پلیس خود را در کوزووا مستقر کنند. در میانه وخامت شرایط میان سربستان و کوزووا رئیس جمهور سربستان در جریان یک کنفرانس خبری در بلگراد تاکید کرد که این درخواست را طی نامه‌ای به فرمانده نیروی ناتو ارائه خواهد کرد رئیس جمهور سربستان در ادامه این کنفرانس خبری گفت ما از فرمانده ناتو درخواست خواهیم کرد تا از استقرار نیروهای ارتش و پلیس جمهوری سربستان در خاک کوزووا و متوهیا اطمینان حاصل کند این اولین باری است که بلگراد بر اساس مفاد قصنامی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به جنگ 1998-1999 خاتمه داد درخواست استقرار نیروی نظامی در کوزوو خواهد کرد. کوزوو در سال 2008 با حمایت غرب و پس از جنگ 1998-1999 که در آن ناتو برای حفاظت از کوزوو با اکثریت آلبانیایی مداخله کرد استقلال خود را از سربستان اعلام کرد. اما سربستان این استقلال را نمیپذیرد و همچنان کوزووا را یکی از استانهای خود میداند روسیه قطع روابط روسیه و انگلیس به نفع هیچ کس نیست. آندر کلین سفیر روسیه در لندن گفت که قطع روابط دیپلماتیک بین روسیه و انگلیس به نفع هیچ کس نیست. بر اساس این گزارش سفیر روسیه در لندن افسود قطع روابط دیپلماتیک کفراتی ترین اقدام است. فکر میکنم الان این کار به نفع لندن و همچنین به نفع ما نباشد. سفیر روسیه همچنین گفت که روابط مسکو لندن از سال 2018 و پس از قضیه اسکریپال متشنج شده اما روابط تجاری انسانی و اقتصادی بین دو طرف همچنان باقی است و پس از تاریخ 24 فوریه که پوتین فرمان عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد تنها در سطح روابط دیپلماتیک دو جانبه ادامه دارد جزئیات رایزنی تلفنی بایدن با زلنسکی بخش مطبوعاتی کاخ سفید از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی همتای اوکراینی خود خبر داد بر اساس این گزارش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه به صورت تلفنی با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رایزنی کرد در بیانیه کاخ سفید آمده است که بایدن در این گفتگوی تلفنی بر حمایت مستمر را آمریکا از اوکراین تاکید کرد بایدن همچنین به نحوه تقویت پدافند هوایی اوکراین از سوی ایالات متحده ای آمریکا از طریق کمک های امنیتی از جمله اعلام بست کمک های نظامی اخیر به ارزش 275 میلیون دلار اشاره کرد رئیس جمهور آمریکا در این حال بر پایبندی این کشور به ادامه ارائه کمک های امنیتی اقتصادی و انسانی به اوکراین و آنچه جنایات جنگی روسیه و هزینه بر کردن اقدامات این کشور تاکید کرد مسکو ادعای انگلیس درباره ارسال سلاح از ایران به روسیه را محکوم کرد سفارت روسیه در لندن اظهارات جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس که طی ایران را به ارسال تجهیزات نظامی به روسیه متهم کرده بود محکوم نمود و این اظهارات را غیرقابل قبول خواند بر اساس این گزارش سفارت روسیه در لندن بیانیه ای را درباره اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس صادر کرد و دیپلمات‌های روس هم روز یکشنبه این اظهارات را رد کردند در این بیانیه آمده از اظهارات اخیر جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس را که روسیه و ایران را به انجام برخی قراردادها در چارچوب بحران اوکراین متهم کرده بود رد میکنیم این بیانیه میافزاید طرف انگلیسی خوب میداند که کنایه ها درباره ارسال تجهیزات نظامی از ایران به روسیه کاملا دور از ذهن است